خیابان‌هایی که برای زنان تبدیل به میدان جنگ شده. دخترانی که با ضرب و شتم دستگیر و به زور داخل ونهای نیروهای امنیتی و انتظامی می‌شوند. چی شده؟ این روزها رهگذران بسیاری شاهد چنین صحنه‌هایی هستند. صبح امروز در نزدیکی متروی میدان تجریش بی بی سی دریافت ماموران موبایل و کیف این دختر را ضبط کرده بودند. گفته شده او مبتلا به آسم بوده. در اینجا مورد حمله تنفسی و تشنج قرار میگیرد و از حال میرود. تمام این تنش برای تن ندادن به پوششی است که حکومت میخواهد و او نمیخواهد. از سرنوشت این دختر هنوز اطلاعی در دست نیست. متاسفانه دیروز به اصفهان چهارباغ به طرز وحشیانه با دخترای جوان و زنایی که حالا به قول بی‌حجاب بودن، به قول خودشون که در واقع بی‌حجاب نبودن، قرار سری نداشتن، بی‌حجاب بودن با بی‌عفاف بودن فرق میکنه. متاسفانه با خشونت باهاشون برخورد میکردن و سوار ون میکردن و میبردن که من واقعا بسیار 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 متاثرم از این نوع برخورد و دلم برای زنای مملکتم واقعا میسوزه. در فضای مجازی زنان با استفاده از این هشتگ‌ها خشونتی را که این روزها متحمل میشوند روایت میکنند. از هم‌ونی‌هایشان که در ون‌های گشت کنترل حجاب با هم آشنا شدند مینویسند. از احضارها و تهدیدهایی که به دلیل پست‌ها و کامنت‌های اعتراضی و یا انتشار عکس‌های بدون روسری دریافت کردند. از توقیف اتومبیل‌هایشان، از جریمه نقدی، از تحقیری که در دادگاه‌ها می‌شوند و احکامی که برایشان صادر می‌شود. زن بودن در ایران رسماً خطرناک و پر از استرسه. یعنی پاتو که از خونه میذاری بیرون دیگه مطمئن نیستی دقیقه بعد چه اتفاقی برات میفته. خودتو میگیرن و میبرن، ماشینتو توقیف میکنن، موبایلتو میزنن تو خیابون. زن بودن یعنی جنگیدن با استرس‌های تحمیلی. واقعا موافقم با کسی که گفت این روزا خطری که گشت ارشاد برای زنها به وجود آورده بیشتر از اسرائیله. در کنار بگیر و ببندها و برخورد با زنان، مغازه‌های زیادی از کتاب فروشی تا لباس فروشی و پیتزا فروشی به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری پلمب شدند. یک نمونه مغازه عباس ترکی قلمکار اصفهانی است. در ویدیوهای منتشر شده از این هنرمند با سابقه میتوان مشاهده کرد که زنان بسیاری برای بازدید از کارهای او و هک کردن طرح‌های قلمکاری به دکان او مراجعه می‌کنند. مغازه‌اش را به بهانه حجاب پلمب کردند. یک سال و نیم از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد گذشته. این روزها ماموران امنیتی و انتظامی با شکل و شمایلی متفاوت ولی باز با خشونت در تلاشند تا حجاب را بر سر زنانی کنند که میگویند نه فراموش میکنیم و نه به عقب برمیگردیم. مریم افشنگ، بی بی سی.